آقای آل زیار از درون ایران یه پرسشی کردن، قبلا شما دربارش صحبت کردین، البته گفتن که اون نامه آیزنهاور به شاه نامه تندی بوده، شنیدیم. این نامه چی بوده؟ درباره چی بوده؟ نامه بسیار تنده. نامه در واقع 1959 نوشته میشه و نامه ایست که در واقع آیزنهاور دو نامه مهم به شاه می‌نویسه. یکیش خیلی نامه تندیه و مهمه، یکی دیگرش نامه تند نیست و اون هم خیلی مهمه. ولی این نامه‌ای که بسیار تنده در مورد تماس‌هایی است که شاه بدون اطلاع آمریکا و انگلیس با دولت شوروی برقرار می‌کنه و شروع می‌کنه مذاکره کردن برای امضای یک قرارداد صلح و همکاری اقتصادی و عدم تجاوز 25 ساله. در یک مقطعی آمریکا و انگلیس از حضور آمریکای روسا در ایران و از تلاش شاه برای امضای این قرارداد خبردار میشن و تا اونجایی که من میدونم نحوه خبردار شدنشون قطعاً از طریق صحبتایی است که اقبار و علا، حداقل این دو نفر، با مقامات آمریکایی و انگلیسی میکنن و میگن که شاه داره این کارو میکنه و اگر میشه شما جلوش رو بگیرید. اینکه آیا این دو نفر به تمهید شاه این کارو کردن یا از سر خودشون این کارو کردن و نگران ایران بودن، اونو من نمیدونم. به علاوه تقریبا یقین میدونم که انگلیس ها هم و شاید آمریکایی ها هم دستگاه استراق سم داشتن و از طریق غیر مجاز به این مسئله پی برده بودن، چون وقتی من از سفیر انگلیس در ایران در اون زمان پرسیدم که شما چطور خبردار شدید، در واقع در اون زمان هنوز شارژه بود، بعد شد سفیر ایران، خب ما هم راههایی داشتیم. اون هم اتفاقا کسی است که پیام دولت انگلیس رو برای شاه میبره و اون پیام هم پیام بسیار تندی است. آیزنهاور عملا می‌نویسه که ما شنیدیم شما این کار دارید میکنید و اگر این قرارداد رو امضا بکنید ما دیگه شما رو متحد خودمون نمیدونیم و هر بلایی که بر سرتون آمد دیگه از چش خودتون خواهد بود و خواهید دید. کاملا نامه تهدیدآمیزی و شاه شاید در نتیجه این تهدیدها، مقامات انگلیسی هم تهدید خیلی جدیش میکنن و به او در واقع میگن که اگر این قرارداد امضا بشه این رو ما یک عمل خصمانه تلقی خواهیم کرد و شاه، حالا چیزی که برای من هرگز روشن نشده اینه که آیا همونطوری که قبلا هم عرض کردم اقبال و علا به تمهید شاه این خبر رو به آمریکایی ها و انگلیس ها دادن چون شاه میخواد اونا رو بترسونه، چون این دوران دوران برخوردهای غریبی است بین آمریکا و شاه، دورانی است که آمریکایی‌ها به شاه خبر کودتای قرنی رو ندادن، دورانی است که شاه احساس میکنه آمریکایی‌ها دارن تماسایی میگیرن با بعضی امیران ارتش که شاید مثلا ببینن شاه رو چیز کنن، دورانی است که بختیار اومده در آمریکا و داره سعی میکنه ببینه، به قول آخوندها استمزاج میکنه ببینه کودتا میتونه بکنه علیه شاه یا نه، یعنی دورانی است که شاه خیلی ناراحت و نگرانه و شاید از این طریق میخواست بترسونشون، شاید هم میخواست واقعا این کار رو انجام بده، اونو من واقعا نمیدونم. ولی در نتیجه اون نامه و در نتیجه پیامی که انگلیس ها بهش میفرستن، شاه در آخرین لحظه قرارداد رو امضا نمیکنه. هیئتی که در ایران بود با دست خالی به مسکو برمیگردونن و اون جنگ دو ساله و سه ساله تبلیغاتی بین ایران و شوروی در واقع ریشش به همین عدم امضا برمی‌گرده. این همون دورانی است که یک
نازی سابق رو انتخاب کردن برای نوشتن متن‌های حملات ایران به شوروی، بله؟ دقیقا، در اون دورانی که شاه دوباره تیمسار علوی کیا رو میفرسته آلمان و تیمسار علوی کیا از اونها میخواد که یک متخصص تبلیغات ضد شوروی رو برای هماهنگ کردن تبلیغات و قوام بخشیدن به این تبلیغات به ایران معرفی کنند. اونها هم یک کسی به اسم دکتر توبرت رو معرفی میکنند. خودشون میدونستن که سوابق خیلی سوی داره، مطمئن نیستم که ایران میدونست، و وقتی که میاد بعد از یه 3 سالی که در ایرانه و فعالیت میکنه و با ساواک همکاری میکنه، منزل یه سرهنگ ساواک در واقع اونجا اتاق بهش اجاره میدن، آدم بسیار گوشه‌گیری بوده، ظاهرا فقط تو اون خونه میرفت و میرفت اداره، جمعه ها میرفت کوبا. تیمسار علوی کیا هم گفت خیلی آدم غریبی بود. بعد که شوروی و اسرائیل میفهمن در ایرانه، اونها خیلی اعتراض میکنن، فشار میارن که از ایران اخراجش میکنن، در واقع میره مدتی سوریه، یه مدتی اسرائیل، مصر، یه مدتی آفریقای جنوبی، و بعد دیگه ردش گم میشه. خیلی آدم عجیبی، لابد میره آرژانتین، بعید نیست. یه مدتی در چیز کار میکرد، یعنی از اونها نبود که بره آرژانتین. این یه مدتی بعد از جنگ در خود آلمان غربی در واقع کمک میکرد به حزب مسیحی دموکرات. اون شتراوس معروف بود که خیلی ضد کمونیست بود و در باواریا دم و دستگاهی داشت. این خیلی به اون کمک کرده بود که در واقع سامانبندی ایدئولوژیک ضد کمونیستی دموکرات‌های مسیحی رو در واقع قوام بده. بعد تو آلمان سرصداش بلند میشه که یه چنین کسی با اینا داره کار میکنه، و اونا میخواستن از آلمان خارجش کنن. یک تقارنی میشه در همون زمان، علوی کیا از طرف شاه میره و از اونها میخواد که یه آدمی بفرستن. البته بعضی از این تبلیغات ایران رو هم اونجایی که من میدونم خود آقای معینیان مینوشت، که به هر حال او هم قلم توانایی داشت، در رادیو بود و بعضی از مترجم توانایی هم بود. مترجم توانایی بود، بله. آدم بسیار قابلی است، مثلا کلا تقریبا در همه زمین‌ها آدم بسیار قابلی است، مدیر بسیار مدبر، درست کار دفتر شاه بود برای مدت‌ها، و تا اونجایی که من میدونم و از خودشون هم شنیدم، بعضی از اون چیزا رو برادر خروشچف و تهدیداتی که در مورد رفیق خروشچف و اینا رو میکردن، مسخرش میکردن، گاهی توبرت ظاهرا خط میداده، گاهی هم خود آقای معینی هم خط مینوشتن. ایشون مدتی هم رئیس بخش انتشارات و تبلیغات ایران بود و بعدم وزیر اطلاعات شد. یه مدتی وزیر اطلاعات بود و در یک حداقل در 2 مقطع هم کاندید نخست وزیری بود. بله. ولی هرگز نشد نخست وزیر. آدم بسیار بسیار دقیقی بود، چون من یه مدتی مترجم بودم در رادیو، اخبار رادیو، بعد یه می نوشتم در مورد ملیون الجزایر، می نوشتیم تروریست های الجزایری طبق خبر، من می نوشتم. بعد ایشون یه روز آمد تو دفتر ما و به من گفت شما بعد از این بنویسید ملیون الجزایر، ما چیزمون اینه. خیلی یعنی مطالبی که میگفت جمعا نشون داد که چقدر در این زمینه ها دقیقه. بله، من یه مقداری در مورد نحوه کارش در دفتر شاه میدونم، و خب بعضی از گزارش هایی که فرستاده دیدم، گزارش هایی که مثلا از طرف شاهنامه هایی که نوشته، بقایت دقیق، بقایت قاطع. و من فهم کنم یه بار قبلا هم تو این برنامه با شما عرض کرده بودم، من
میکنم در این کتاب نامداران ایران جای دو نفر واقعا کمه، در عرصه سیاسیون جای ایشون کمه و یک خطایی از طرف من و ما که لیست رو تهیه کردیم بود. در عرصه هنر هم جای بهرام بیضایی کمه. ما البته بیضایی خیلی از کاراش رو بعد از 1979 کرده، ولی تا 1979 کارهایی که کرده اونقدر بکره، کتابش در مورد تئاتر اونقدر بکره که حتما بایستی میشد. ولی من در صدد هستم که یک بخشی اضافه بکنم در مورد بیضایی که به کتاب اضافه بشه، حداقل در سایت ها که کتاب الان برای استفاده رایگان هست این رو اضافه کنم. چاپ چندو میشه الان؟ ولی الان تو رایگان ما گذاشتیم تو وبسایت و مثلا آخر بار که من دیدم توی من تو تلگرام گذاشتم، دو جلد دیگه، حدود 1500 صفحه است و آخر بار که من دیدم بالای 10,000 نفر رجوع کرده بودن. فکر کنم الان بیشتر باشه، من دو سه روز پیش دیدم. و خود کتاب که وقتی در اومد به هر حال خیلی چاپ نفیس زیبایی داشت و خیلی زود تموم شد. فکر کنم 4500 تا چاپ کردن، ولی الان در سطح وسیع قابل دسترسی مجانی است. چون به زبان انگلیسی بود. بله به زبان انگلیسیه و به هر حال امیدوارم حداقل بخشیش به فارسی روزی در بیاد. آقای دکتر میلانی، یکی از دوستان من که انگلیسیش خیلی عالیه از انگلیسی شما به عنوان استاد انگلیسی یاد میکرد. از شما کتاباتون به زبان انگلیسی خونده بود، به خصوص کتاب شاه رو. بله لطف دارم. بله انگلیسی کجا یاد گرفتین آقای دکتر؟ انگلیسی تو آمریکا یاد گرفتم دیگه. از ایران شروع نکردین؟ من ایران فرانسه میخوندم در واقع. من مرسه مادام ماریکا میرفتم که مرسه دخترانه پسرانه بود در اون ازمنه مازی که چنین پدیده هایی در ایران قانونن وجود داشت. الان غیر قانونیش میگن خیلی وجود داره، مدرسه دخترانه پسرانه غیر قانونی در ایران خیلی هست، ولی اون زمان قانونی بود و ما درسمون در واقع به فرانسه بود و مدرسه بود که امتحانات آخر سال ما رو اون انستیتوی ایران فرانسه داره میکرد و بعد به ما یه چیزی به نام سرتیفیکا میدادن، سرتیفیکا دیتوت که در واقع همون برابر ششمه. منم اونجا درس خوندم. بله فرانسه هم اونجا یاد گرفتم. بعدا من فهمیدم که مدت ها که ما اونجا مثلا می رفتیم و می آمدیم کوربن رئیس اونجا بود، هنری کوربن یه مدتی رئیس اونجا بود. بله به یه ایایتون باشه یه ساختمون بسیار زیبایی داشتن، خیلی قشنگ، ولی باغ قشنگی بود. ولی ما با ترس و لرز می رفتیم اون باغ، برای اینکه بعد برای امتحان همیشه می رفتیم اونجا. خیلی جای بعد یعنی من 6 سال اول در واقع به جای انگلیسی فرانسه خوندم، تا اون به نظرم خیلی کمک میکنه دیگه. به هر حال آدم زبان فرانسه رو بدونه انگلیسی یاد گرفتن آسان‌تر میشه. خب آقای دکتر بفرمید که در ارتباط با حوادث جهانی مثل که بدبینی شما افزون شده. خیلی نگرانی افزون شده، واقعا نگرانی. من تو این سالهای اخیر هرگز به اندازه الان نگران تنش بیشتر بین ایران و عربستان و قاعدتا آمریکا، عربستان، اسرائیل و ایران نبودم و فکر می‌کنم که امکان برخورد به لحاظ از یه طرف این فشارهای و تهدیدهای روزافزونی که عربستان داره و کارها و حرفای بلاحت آمیزی که در ایران زده میشه، سرمقاله هایی که در کیهان نوشته میشه، تهدیداتی که در سایت های سپاه میشه. کیهان که خیلی گاف کرده بود، نوشته بود موشک بعدی در دبی فرود خواهد آمد. بله
بعدم تو فکر کنم پارس بود یکی از این سایت ها اصلا اسم یه موشک ایرانی که به یمنی ها دادن ذکر شده بود، موشک زلزال ذکر شده بود. رئیس جمهوری فرانسه ما دکتر اعلان کرد که این موشک ایرانی بوده. بله خب میره اونا که میشه فهمید یمن که موشک نداره که، به هر حال یه کسی به یمن موشک رو داده دیگه، و اگر موشک ایرانی باشه البته 100% نمیشه گفت قطعا موشک ایرانیه، ولی وقتی شما خودتون میگید که بعدی رو ما میزنیم به دیگه هر تردیدی هم باشه. میگم این بلاهت ها و این تهدید های جمهوری اسلامی از یه طرف، و بعد این سیاست هایی که عربستان داره، سیاست های عربستان در یمن واقعا یک فاجعه عظیم انسانیه. صدها هزار نفر در اونجا الان در معرض خطرن، قحطی دارن، وبا گرفتن. ببینید جهان زندگی یک یمنی به اندازه زندگی یک فرانسوی و به اندازه زندگی یک آمریکایی، یک اسرائیلی ارزش داره. نمیشه ما بگیم چون حالا عربستان مثلا پول داره، نفوذ داره، اون بلایی که در اونجا داره بر سر اینها میاد بهش اشاره نکنیم. واقعا شرم‌آوره. ولی در مقابل ایران به جای اینکه بتونه از این موقعیت برای مثلا نجات وضعیت خود ایران استفاده بکنه، این بلاهت‌ها، این سرمقاله‌های کیهان، حرف‌های تکتیرانداز آقای خامنه‌ای یعنی آقای شریعت مداری، دقیقاً آب به آسیاب بدترین عناصر منطقه می‌رسه. واقعا به همین خاطر من خیلی نگران هستم و به نظر میاد که فرانسه داره سعی می‌کنه مثلا وسط رو بگیره. امید من این بود که دولت آمریکا هم بیاد سعی کنه آروم بکنه اوضاع رو، بگه یه خود هم به عربستان بگه که این فجایعی که داره در یمن میشه بایستی متوقف بشه، هم به ایران بگه که یه خود از این تحریکات کم بکنید، یعنی همه رو دعوت به آرامش بکنه. آقای ترامپ به نظر میاد که تصمیم گرفته که به قول خودش از اون پدر و پسری که درایت کامل دارن دفاع بکنه و برای منطقه، برای ایران، برای عربستان، برای یمن، برای آمریکا به گمان من سیاست خوش تدبیری نیست و سیاست خوش برجامی نیست. آقای دکتر، نشریه اتلانتیک که مورد علاقه شماست فکر میکنم، بله، نوشته که خاورمیانه در آستانه یک انفجاره و عربستان با ربودن نخست وزیر لبنان به یک اقدام جنگی دست داده است. نخست وزیر لبنان اینا ربودن؟ بله، به نظر میاد که تمام شواهد حاکی از این است که آقای حریری که رفته اونجا عملا حبسش کردن و عملا تحت الحفظ مجبورش کردن که استعفا بده، که دوباره اگر حتی کوچکترین وجهی از این صحت داشته باشه که به نظر میاد بعید نیست درست باشه، من قطعا نمیدونم، ولی اتلانتیک گفته، خیلی ها دیگه گفتن، شیخ نصرالله حزب الله گفته، رویترز خبر گزارش داده، یعنی فقط یک منبع نیست، منابع متعددی گفتن. به نظر میاد که این تحت الحفظه و به نظر میاد که تحت فشار این کار کرده. خب واقعا شگفت انگیز، چطور میشه رئیس برای نخست وزیر یه مملکتی اومده اونجا ویزیت، مثل گروگانگیری ایران از دیپلماتای آمریکاست، نخست وزیر کشوری اومده اونجا نگرش داشتن، فشار آوردن که استعفا بده. خب ببینید این کارا قطعا خاورمیانه رو به آستانه یک انفجار میکشه. ایشون به نظرم آیده که گفتن که جانشون در خطره بسوی حزب الله. او گفته، ولی میدونید آیا اون رو تحت فشار گفته؟ و به علاوه شما اگر میخواید نخست وزیر مملکت، شوخی نیست، نخست وزیر مملکت بالاتر تو چیز بالاترین مقامه، اینجوری نیست که
رئیس جمهور یکم این نقشه بیشتر سمبولیک داره، کارهای اجرایی مملکت رو نخست وزیر انجام میده، و اینکه شما بیاید در یک کشور دیگری از اونجا استعفا بدید انجام بدید. بله، خود رئیس جمهور هم گفته که رئیس جمهور لبنان هم گفته استعفا رو ما زمانی میپذیریم که بیای اینجا. اونم اگر حرفش درست بشه، خب اون متحد ایرانه، متحد حزب الله است، به همین خاطر تونسته اونجا رئیس جمهور بشه. اگر اون ترسش از حزب الله و ایرانه، حرف اون میشل اون خود حرف به قول آخونده حرف شازیه دیگه. بله دکتر میلانی، خانم رهنورد برای اولین بار به نظرم در دوره، در این 7 سال که زندانی است در حسره، گفته است که 7 سال زنی را در بند کردند، حتی نمیخواهند به آن اذعان کنند. این تیتر اظهارات ایشونه. بله، از چند بار دیگه هم حرفایی زده بودن که از قول دخترشون، بله، که ما وایستادیم کوتاه نمیاییم. و واقعا ببینید کاری که بر سر خانم رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی آوردن واقعا شرم‌آوره. یعنی اصلا هیچ توصیف دیگری جز شرم‌آور من براش پیدا نمی‌کنم. و غریب‌تر اینه که هم رئیس جمهور، هم وزیر امور خارجه، هم به نظر میاد یک تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس، هم یه اکثریتی از مردم ایران، اونایی که رأی دادن 25 میلیونشون، خواستار پایان این کار غیرقانونی، غیر اخلاقی، غیر انسانی هستن. هیچکی جرأت نمیکنه اقدام بکنه، برای اینکه آقا خوشش نمیاد. خب مگه یعنی آقا خوشش نمیاد یعنی چی؟ به آقا چه ربطی داره؟ میدونم رد داره، میدونم به هر حال در قانون اساسی قدرت های خارق العاده ای بهشون دادن، ولی قدرت حبس غیر قانونی 3 نفر چون خوششون ازشون نمیاد جزو این قدرت های خارق العاده ای، حتی خارق العاده قانون اساسی نیست. خب بقیه که مجری قانون اساسی هست، آقای رئیس جمهور که قسم خورده قانون اساسی رو اجرا کنه، نمایندگان مجلس، بقیه کسانی که تو خود سپاه میدونن این کار هم خلاف مصلحت، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، یه کاری بکنید. یعنی چی آقا خوشش نمیاد؟ نیاد چیکار میخواد بکنه؟ آقا هر روز این ادامه پیدا میکنه، واقعا حل مسئله دشوارتر میشه. و به گمان من بعضی از این آقایون و خانم هایی که در داخل کشور در همین 2-3 هفته اخیر گفتن مملکت در یک دوران پر التهابیه، منطقه در دوران پر التهابیه، التهاب داخلی رو زیادتر نکنید، اینا رو آزاد بکنید، حل بکنید، کمک بکنه به شاید حل مسئله. ولی چون آقا خوشش نمیاد، کسی جرأت میکنه اقدامی بکنه؟ این آقا خوشش نمیاد، ناخوش آمده خودش رو چجوری بیان میکنه؟ خب اولا به این شکل بیان میکنه که در بعضی از سخنرانیاش میگه اینا باید توبه بکنن. بعضی از طرفدارانش به صراحت میگن که آقا به اینا لطف کرده، اگر نه اینا محاکمه اعدام بودن. نخست وزیر مملکت، زن نخست وزیر مملکت که تنها جرمش ظاهرا اینه که زن نخست وزیر سابق مملکت با کاندیدی بوده که به احتمال قوی آقای در انتخابات از آقای احمدی نژاد برده، کروبی هم رئیس مجلس بوده، یعنی یه ده حکم اعدام صادر میکنن. ببینید کیهان الان، خب 2 روز کیهان رو به خاطر این به اصطلاح به قول شما گافش بستن، برای 2 روز. برگردید ببینید کیهان در مورد این 3 نفر چه چیزایی نوشته در این سالها، در مورد همه چه چیزایی نوشته. خب چرا نمیشه یک کسی نمیتونه بره یه دادگاهی در ایران شریعت مداری رو بکشن پای محاکمه؟ برای اینکه همه میدونن که قوه قضاییه
عامل فعل همین بیت رهبری است، عامل فعل اون جناحی از سپاه است که ادامه حس رو این منافع خودشون میدونن. یعنی میگن توی این آقا خوشش نمیاد یه هشتگی شده بود در توییتر، برای اینکه میگن این بچه ها رو که میبرن با آقا دیدار کنن، نخبگان مملکت و دانشجویان نخبه و فلان اینا، بهشون قبلا گفته بودن حرفی نزنید که آقا خوششون نیاد. و این خب ملت شروع کردن یه جریانی را انداختن، هشتگ آقا خوشش نمیاد، و یه تبدیل شد به یه جریانی. یعنی چه آقا خوشش نمیاد؟ یعنی مملکت که فقط بر اساس یه نفر که نمیگرده، برای خود رژیم هم به گمان من این سخت خطرناکه، برای اینکه هر روز این حصر غیر قانونی و غیر اخلاقی ادامه پیدا میکنه، امکان التیام این زخمی که اینها ایجاد کردن با این کار و با این کارها، از آوردن احمدی نژاد بگیرید تا حبس و تا سخت‌تر میشه. سخت‌تر میشه بله. آقای دکتر فکر میکنین اگر این سه تن آزاد بشن واکنششون چه خواهد بود؟ چگونه با آزادی خودشون، درباره آزادی خودشون حرف خواهند زد؟ درباره وضع موجود؟ اگر گذشته ملاک باشه، اینا با طمأنینه و با درایت حرفی که تحریک‌آمیز باشه نمیزنن، احتیاجی به حرف زدن ندارن. یعنی تمام حرفایی که اونا بخوان بزنن برای تبلیغ وضعیت خودشون، دشمنانشون زدن، و چون دشمنانشون بی آبرو هستن و چون هر کی کیهان مثلا نقد میکنه، هر کی کیهان بهش حمله میکنه، آبروش در نزد مردم ایران بیشتر میشه، اینا دست برنده دست اینا هست. اصلا کاری نداره، من فقط برن خونهشون بشینن، خونهشون که نشستن در خونهشون باز باشه و حذف تموم بشه، برای اونا جز برد نیست، کار احتیاجی نیست. همه حرفا رو مردم میدونن. یعنی به نظر من واهمه های این گروهی که بر ادامه حذف فشاری میکنن دقیقا نشون دهنده ضعفشونه دیگه. یعنی اونقدر میترسن که مثلا یه دفعه 1,000,000 برن در خونه اینا. واضحه که مردم مراعات قاعدتا میکنن، اونها مردم رو تحریک نمیکنن. اگه اهل تحریک بودن، خب دورانی که آزاد بودن تحریک میکردن، واقعا یک کار تحریک‌آمیز من ندیدم اینا بکنن، فقط از حق خودشون دفاع کردن. حالا میگن چون از حق خودت دفاع کردی و ما 6 سال غیر قانونی حبست کردیم، راش اینه که توبه بکنی. خیلی شگفت انگیزه. اگه میخوای آزاد بشی بیا بگو که ما غلط کردم. شما باید بگید ما توبه میکنیم. شما که غیر کار غیر قانونی کردی، اونا چیکار کردن که توبه بکنن؟ یعنی یک کسی اینو توضیح بده، ما فهم کنم همه خود درکشون از این پیچیدگی بالاتر میره. ولی توضیح ندارم، برای اینکه حرف زوره دیگه، کسی جرأت نمیکنه. همین آقا خوشش نمیاد. آقای دکتر اسم احمدی نژاد تو بردید، مصباح یزدی گفته بود اطاعت از احمدی نژاد به خاطرتون هست؟ بله. اطاعت از خداست. بله. و حالا میگویند که سایه خدا را مگر میشود محاکمه کرد؟ بله، به خصوص اگه سایه خدا هزاران صفحه اسناد وزارت اطلاعات رو کپی کرده باشه و در جاهای نگه داشته باشه و دائم تهدید بکنه که اذیتم کنید، اسناد درز میدهم. مصباح یزدی او را در حد پیامبر اسلام معرفی کرد، رهبر او را احیا کننده شعارهای انقلاب خطاب کرد. بله. بله. بگه دارم تو مجلس میخواستن لباسش تیکه تیکه کنن بردارن. بله. تو همه مجلس. خامنه‌ای گفت که درست کارترین دولت بعد از مشروطه است. بعد از مشروطه است. در حالی که الان خود طرفداران آقای خامنه‌ای میگن که نادرست‌ترینه. در هر دو مورد راش اینه که در یه دادگاه منصفه محاکمه بشه، و
ولی احتمال اون که نیست، یعنی محاکمه فشارهایی که علاش میارن فشارهای سیاسیه، محاکمه دوروبریاش محاکمه سیاسیه و امکان این که اسناد واقعا روبرو بشه، مگر اینکه مثلا بعضی از اسنادش ممکنه در دادگاه آمریکا روبرو بشه، چون کسی که در اون دوران بعضی از این کارهای مالی اینا رو انجام میداد الان در آمریکا حبسه، آقای زراب، و شواهدی در کار هست که با دولت آمریکا به توافقهایی رسیده، با دادگاه به توافقهایی رسیده که برخی از رازهای مربوط به درگیری آقای اردوغان و بعضی از ایرانی ها برای گریز از اون و گم شدن میلیاردها پول که ظاهراً خیلی بعضیاش طوری که رفته داره اطلاعاتی میده، اون اطلاعات در بیاد خب ممکنه گوشه ای از این بلایی که بر سر ملت ایران اومده با دقت بشه دنبال کرد اگر در بیاد. آقای دکتر میرانی، خزانه‌داری امریکا گفته که هر کس با سپاه پاسداران معامله بکند باید خطر آن را بپذیرد. بله، اینا در واقع انتخابشون این بود که شاید خزانه‌داری و دولت ترامپ انتخابشون بود که شاید سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی قلمداد بکنه، که خب به نظر میاد که اروپایی ها و آمریکایی چینی ها خیلی مخالف این کار بودن، یا هیچ کاری نکنه. تصمیم گرفتن یه راه بینابینی انتخاب کردن و بعضی از شخصیت ها رو در اون ریسک گذاشتن و هر گونه کمکی رو قابل تعقیب دونستن، یه ابهامی ایجاد کردن، یه نگرانی ایجاد کردن که فکر میکنم یک گام پایین تر از اعلام تروریست بودن اون کل اون نهاد بود. و به هر حال به نظر میاد که کار برای بعضی شرکت های اروپایی که میخوان معاملاتی بکنن یک کمی دشوارتر شده. رئیس CIA هم گفته با فشار بر سپاه مانع اقدامات مخرب ایران میشویم. بله، و به نظر میاد که یه سری اسنادی هم که در همین هفته سیاه منتشر کرد و در اون به مسئله ارتباط القاعده با ایران بود، اسنادی در اون زمینه هست، بیشتر در تایید همین سیاست فشاره. به نظرم نمیاد که اون حرفات ساختگی بوده باشه، یعنی به نظر میاد که قبلا هم صحبت بود که اینها تعدادی در ایران القاعده بودن، بعضی از این آمریکاییایی که حتی طرفداران رژیم جمهوری اسلامی شدن، آقا و خانومی که آقا در CIA کار میکرد، خانم در وزارت امور خارجه کار میکرد، بعد تبدیل شدن به طرفداران جمهوری اسلامی. اونا در کتابی که دارن و در صحبتهایی که کردن گفتن که وقتی طالبان شکست خورد کاخ سفید در واقع فکسی از ایران دریافت میکنه که میگه ما بعضی از اینها رو داریم، از جمله پسر چیز رو بن لادن رو، و حاضریم اینها رو با مجاهدین که در عراق به دست شما افتادن محافظه کنیم که بالاخره نشد، برای اینکه آمریکایی ها آقای چینی و اینها تصمیم گرفتن که این محافظه صورت نگیره. ولی به نظر میاد که این ادعا که اینها در ایران بودن ادعای صرفا کذبی نیست. یک خبر دیگه ای بود در این هفته های دکتر، تصاحب املاک مردم و بازداشت غیرقانونی مردم توسط سپاه پاسداران. یک عالم از املاک مردم رو اینها
تصاحب کردن طبق این خبر، خبر آمد نیوز، درست میگم؟ بله. تصاحب املاک مردم توسط سپاه پاسداران. چشم به این بار سپاه پاسداران چشم به باغ‌های اطراف کاخ سعدآباد دوخته. تخریب باغ‌های اطراف کاخ سعدآباد را آغاز کرده. شهرک‌سازی‌ها خود را در اطراف این کاخ تاریخی با تخلیه منطقه و اخراج ساکنین و محافظین باغ‌های اطراف کاخ به صورت فوری و با همکاری قوه قضاییه آغاز کرده است. قرنطینه هر گونه شکایت و سند در این رابطه را بی پایه و بی اساس دانسته و منازل و زمین‌های مردم منطقه را زمین‌های سازمانی سپاه پاسداران اعلام کرد. بله، من شنیدم. قبلش البته من از بعضی از دوستانی که اون دور و بر زندگی میکنن شنیده بودم که به نظر میاد که در صدد ساختن خونه های برجای خیلی بزرگ هستن که کاملا در واقع اشراف داره رو خونه مردم و رو خونه های روی کاخ. و خب کسی زورشون به اینا نمیرسه دیگه، نه شهرداری زورش میرسه، نه دولت زورش میرسه. و فکر میکنم اون آقایم که خوشش نمیاد زورش نمیرسه به اینا. بله، به هر حال آقایی که خوشش نمیاد قدرتش الان همینا هستن دیگه، قدرت پایگاه مردمیشون. در واقع دید آخرش چی میشه آقای دکتر؟ آخرش واقعا دشواره به نظر من. یعنی واقعا یه پدیده ای ایجاد شده که اونها، اگه شما الان نگاه بکنید، یه بخش مهم اقتصاد دست اوناست، بخش مهم قدرت نظامی دست اوناست، در همه مسائل دخالت میکنن، گمرک خودشونو دارن، اطلاعات خودشونو دارن، ضد اطلاعات خودشونو دارن، بنادر خودشون رو دارن، بنادر خودشونو دارن، بیمارستانهای خودشون دارن. من با یه دوست طبیبم صحبت میکردم، میگفت اصلا یه شبکه کاملا جدا برای بیمارستانهای درجه یک برای فرماندهان سپاه و بچه های سپاه و آقازاده ها درست کردن. یه اقتصاد موازی، بهداشت موازی، یه بنادر موازی درست کردن و هر روزم قدرتشون زیادتر میشه. تنها مانع به نظر من، مانع تسخیر قدرت اینه که برای مسائل بسیار جدی جامعه ایران راه حل ندارن و تنها راه حلی که میتونن اون چوری که گرفتن حفظ بکنن اینه که از گرفتن بقیه منصرف بشن و بذارن اونایی که میتونن بقیه رو اداره کنن، یعنی بخش خصوصی ایران، یعنی جامعه ایران، یعنی اون 25 میلیونی که به اینها رای نمیده، کمک کنن و این کشتی به گل نشسته رو نجات بدن، وگرنه کشتی در معرض خطره، یعنی غرق میشه واقعا. یعنی ایران به بحران بسیار جدی داره، بحرانهایی که اقتصادیه، بحرانهای سیاسیه، بحرانهای عاطفیه. جامعه‌ای که 6-7 میلیون معتاد درش هست، جامعه‌ای که 10% مهاجره، جامعه‌ای که 50-60% دخترهای دانشگاهی دیده اون بیکار هستن، جامعه‌ای که فساد درش نهادینه شده، نجات این جامعه کار آسونی نیست. همه تدبیر این ایران گسترده لازمه، ایران موسع لازمه که این کشتی به گل نشسته نجات پیدا کنه. در این میان مطبوعات چند روز پیش نوشتن که 300,000 ساختمان در زلزله تهران خراب خواهد شد. اینم خبر خوش. این مسئله زلزله الان مدت هاست که در باعث نگرانی است، برای اینکه چند سال پیش من یک گزارشی از یک هیئت ژاپنی میخوندم، یک هیئت مشاور ژاپنی
که به هر حال اونا در این زمینه خیلی تبحر و تخصص دارن، اونها تخمینی که میزنن از اینکه وقتی زلزله گنده بیاد چقدر شهر صدمه خواهد دید، حتی از این 300 هزار تا بیشتره. و 300 هزار تا اون خیلی بیشتره، اون رقمی که اونا میگن خیلی بیشتره. و میدونی اینها، من اون وقتی که اونو خوندم خیلی واقعا نگران شدم. از دوستان، بعضی دوستایی دارم تو ایران، مثلا معمار هستن، کارهای ساختمانی میکنن، میپرسیدم که آیا هیچ نوع تمهیدی برای این قضیه شده؟ گفتن قوانینی وضع شده برای اینکه این ساختمان ها و این برج ها رو یه جوری مقاوم بکنه علیه زلزله، برای اینکه به هر حال میشه کرد دیگه. آمریکا زلزله 7 خورده ای اومد، چند نفر بیشتر، چند ده نفر بیشتر کشته نشدن، برای اینکه ساختمان ها همه با اون تمهیدات لازم مقاوم شده علیه این. ولی میگفت این قوانین رو کسی رعایت نمیکنه به خاطر فساد موجود. یعنی یه حق و حسابی میدن و مثلا فلان شرط رو رعایت نمیکنن، یه حق و حساب میدن، طرحی که برای مثلا 5 طبقه بوده 8 طبقه میسازن. خیلی این فساد خطر رو برای جان مردم و مال مردم، ولی مهمتر جانشونه، به نظر من بیشتر کرده. امیدوارم یه کسی یه فکر جدی بکنه، این ساختمان ها رو برن واقعا مراقبت بکنن، برای اینکه به نظر میاد که به هر حال زلزله در اون منطقه میاد دیگه. مردی از خیش برون آید و کالی بکنند. واقعا. آی دکتر، با اجازتون 1-2 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، 1 دقیقه و 12 ثانیه. تا هفته آینده. ایران ما گسترده، آرزوی روزهای خوشتر و سلامت و آزادی و خوشبینی. خوشبینی حتما. درود بر شما. تا هفته آینده حتما. با سپاس از آقای بهروز مشکینیار، کارگردان برنامه و همیهنانی که به این برنامه ها توجه می‌فرمایند.